به عزت هشم نسب نسلی اخ تراس وانان و موشه مراشا قهیلت یعقوب. در ادامه حلاخای کشروت گفتیم زمانی که نمک نداریم که گوشتا بیایم و آب و نمک بکنیم، در این حالت مجازیم که بیایم و گوشتا کبابش بکنیم. اما باید دقت داشت که گوشتی که آب و نمک نشده و میخواییم اونا کبابش بکنیم، اولا اون گوشتا خوب میشوریم و باید دقت داشت که چیزایی که تند و تیزه به اون زده نشه، به خاطر اینکه اونها باعث میشه که اون خونی که داخل اونه را بپزونه و در نتیجه نباید این اتفاق بیفته. بنابراین گوشتی که آب و نمک نشده و ما میخوایم کبابش بکنیم، نمیتونیم سیر، پیاز، خردل، باریجه، فلفل و چیزایی که تنده را به اون بزنیم، که باید توی این مورد دقت داشت. اما گوشتی که آب و نمک شده و میخواییم کبابش بکنیم، هیچ اشکالی نداره که بیایم و این مواد را به اون بزنیم. همینطور این قانون در مورد جگره، جگر که همونطور که توضیح دادیم نمیشه آب و نمکش کرد و فقط باید حتما کباب بشه، و زمانی که میخواییم اونا کبابش بکنیم باید دقت داشت که مواد تند و تیز به اون نزنیم، مثل سیر، پیاز، خردل، باریجه، فلفل، که اینا اگه آب و نمک نشده باشه گوشت، و همینطور جگر که باید حتما کباب بشه، اگه اینا بهش زده بشه باعث میشه که اون خون در اون پخته بشه، کاوش کیموشال، و نباید این اتفاق بیفته. بنابراین تو این مورد باید خیلی دقت داشت. زدن نمک تو این حالت، مثلا گوشتی که آب و نمکش نکردیم میخوایم کبابش بکنیم، اگه خواستیم بهش یه مقدار نمک بزنیم، وقتی اونا به سیخ کشیدیم و میخوایم رو آتیش بذاریم، اون موقع میتونیم یه مقدار نمک روی اون بریزیم. یا همینطور در مورد جگر، جگر رو زمانی که میخوایم کبابش بکنیم، وقتی به سیخ کشیدیم که میخوایم رو آتیش بذاریم، میتونیم یه مقدار نمک روی اون بریزیم و فوراً روی آتیش قرار بدیم. اما بازم تاکید میکنیم به هیچ عنوان چیزای تند و تیز نباید به اون زده بشه، مگر اینکه اول کباب بشه یا اول آب و نمک بشه گوشت. زدن روغن مجازه. گوشتی که آب و نمک نشده میخوایم کبابش بکنیم، میتونیم بهش روغن بزنیم. همینطور به جگر میشه روغن زد از اصل قانون و مانعی نداره. در مورد پستان گاو که به اصطلاح عبری به اون کخال گفته میشه، باید دقت داشت که چه کوچیک باشه و چه بزرگ، چه اینکه اون گوساله یا برهی که شخیطا کردیم گوساله بزرگ یا کوچیک باشه، حتی هنوز زایمان نکرده، حتی هنوز بچه است، با این وجود گزرای خخامیمه که پستون گاو حتما باید طولی و عرضی برش بر اون زده بشه که تمام غدد شیری اون باز بشه، و همینطور چندین بار بر زمین یا دیوار کوبیده بشه که تمام این شیرهایی که داخل این غدده بیرون بیاد. یا اینکه یه سنگ یا برداریم چندین بار روی اون کخال بزنیم، روی اون پستون گاو یا بره بزنیم، یا اینکه بیایم و اونا به قسمت‌های ریز ریز قسمت بکنیم که مطمئن باشیم که تمام این غدد پاره شده و به این شکل تمام شیرها بیرون اومده، و اون موقع میتونیم بیایم و اونا آب و نمکش بکنیم. و بعد از آب و نمک کردن یا باید کباب استفاده بشه، یا اینکه میتونیم آب پزش بکنیم به صورت جداگانه. یعنی پستون گاو به هیچ عنوان ما مجاز نیستیم که بیایم و با گوشت در یک قابلمه اونها را با هم بپزیم، باید جدا پخته بشه پستون گاو، یا اینکه اونا کباب بکنیم و از اون استفاده بکنیم. بنابراین خیلی تو این مورد باید دقت داشت که اولا خوب تمام غدد‌های شیری پاره بشه، این شیرها بیرون بیاد با فشار قوی که بر روی اون پستون گاو قرار میدیم، و باید حتما به تنهایی پخته بشه، با همراه گوشت نباید پخته بشه، و یا اینکه بیان و اونا کباب کنیم و از اون استفاده بکنیم. گوشتی که آب و نمک نشده یا همینطور جگر، زمانی که داره کباب میشه ما نمیتونیم بیایم نون یا ظرف یا زیر اون قرار بدیم، به خاطر اینکه از اونجایی که اینا آب و نمک نشدن و از شعله آتیش خون اونها را بیرون میاره،
بنابراین اگه ما بیایم نون زیر اونها بذاریم یا یه ظرفی یا زیر اونها بذاریم، این خونها جذب اون نون میشه یا جذب اون ظرف میشه و به این شکل اون نون آسور میشه، چون که اون خون در اون قرار میگیره، خون ممنوعیت خوردن خون داره و اون ظرف ما هم آسور میشه و دیگه نمیتونیم از اون ظرف استفاده بکنیم اگر اینکه لیبون بشه. بنابراین خیلی مهمه که تو این مورد دقت بکنیم. جگر یا گوشتی که آب و نمک نشده و کبابش میکنیم، ما مجاز نیستیم که زیرش نون یا ظرف یا قرار بدیم. اما گوشتی که آب و نمک شده و آماده است، میخوایم اونا کبابش بکنیم، هیچ اشکالی نداره که زیر اون نون قرار بدیم و استفاده بکنیم، به خاطر اینکه با آب و نمکی که شده و بعد شستیم خوب این خونها دیگه بیرون اومده و حتی اگه یه مقدار خونابم در اون باشه، اینا دیگه مال خود بافت گوشته و اصلا خون حساب نمیشه. بنابراین بعد از آب و نمک کردن و شستن خوب اون گوشت، وقتی اونو کبابش میکنیم میتونیم زیر اون نون کبابی بذاریم و مانعی نداره. گوشتی که نمک شده و آب و نمک شده و شستیم با گوشتی که آب و نمک نشده، میتونیم در یک سیخ با هم سیخش بکنیم و اونا کباب بکنیم، از اصل قانون مجازه. البته اشکنازی ها در این مورد سخت میگیرن، به خاطر اینکه میگن گوشتی که آب و نمک نشده وقتی خون پس میده، اون گوشتی که آب و نمک شده این خون به خودش میبره، ولی طبق نظر سفارادی ها، طبق نظر ماران، هیچ مانعی نداره و میتونیم گوشتی که آب و نمک نشده را همراه گوشتی که آب و نمک شده در یک سیخ قرار بدیم و اونها را با هم کباب بکنیم. نکته ای که خیلی خیلی مهمه و باید به اون دقت داشت، منقلی که در اون گوشت غیر کاشر کباب شده، آسوره که از این منقل ما استفاده کنیم و بیایم گوشت کاشر در اون کباب بکنیم، به خاطر اینکه خیلی موقعاست اون گوشت نولا یا ترفا، گوشت غیر کاشر، به دیواره های اون منقل برخورد میکنه و دیواره منقل آسور میشه. بنابراین آسوره که در منقلی که گوی در اون گوشت یا کباب کرده، ما بیایم و در اون منقل گوشت کباب بکنیم. مثلا منقل هایی که تو پارک ها هست به صورت آماده، آسوره که روی این منقل ها ما بیایم و کباب درست بکنیم، حتی اگه زغال از خودمونه بازم با این وجود آسوره، چون خود دیواره منقل ممنوع شده و باید تو این مورد دقت داشت. در این حالت خوبه که اگه منقلی نداریم و فقط منقل گویه، بیایم و آلومینیوم خریداری بکنیم، خوب اطراف اون منقل این آلومینیوم رو قرار بدیم و بعد بیایم زغال بریزیم و به این شکل کباب بر روی اون درست بکنیم. اگه این کار انجام بدیم، یعنی بیایم روی اون منقل غیر کاشر آلومینیوم به طور کامل تمام قسمت‌هاش رو قرار بدیم، اون موقع میتونیم بیایم بر روی اون کباب درست بکنیم. مجازه که بیایم و از سیخی که کباب درست میکنیم، از همون سیخ بیایم و جگر رو کباب بکنیم. با وجود این که جگر آب و نمک نمیشه و خون ازش بیرون میاد، نمیگیم که جذب این سیخ خونها شده و سیخ ممنوع بشه، نه به هیچ عنوان. بنابراین همون سیخایی که میایم کباب باش درست میکنیم، با همون سیخا هم میتونیم بیایم و جگر را کباب بکنیم. البته باید دقت داشت که گوشت و جگر را همراه همدیگه در یک سیخ قرار ندیم و بیایم کباب بکنیم و باید تو این مورد دقت داشته باشیم. گوشتی که نمک نشده را، مثلا گوشتی که از قصابی خریداری میکنیم، باید دقت داشت که روی نان یا چیزایی که اثر اون خون میمونه قرار ندیم. چرا؟ به خاطر اینکه خونی که پس میده روی اون نون قرار میگیره و به این شکل خوردن اون نون ممنوع میشه، که باید در این مورد دقت داشت. خب به امید خدا قوانین کشروت قسمت آماده کردن گوشت و مرغ خاتمه پیدا کرد و به امید خدا جلسات دیگه در مورد کلیم، ظروفی که مربوط به گوشتی و لبنی هست، در مورد اونها بحث خواهیم کرد. حتما خوار عباس، شارم رخم، شبات شارم.